تر راتلون کی نیم ساعت پورې کابل د آبادۍ په لور خپرونه کې د کابل ښاروالۍ د فعالیتونو لیدونکي اوسئ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده های عزیز، خوش آمدین به برنامه کابل بسوی آبادانی. در این برنامه کابل بسوی آبادانی این بار با این موضوعات در خدمت شما هستیم. ساخت سرک های جدید اتصالی متعدد و خوشحالی شهروندان از بهر کاهش ازدحام شهر. قطعا دیگه این سرک ها دیگه کارشناسی شده است، دیگه حتما اینا بدون منفعت نیست، بدون فایده نیست، سهولت میاره، آسانی میاره. قیریزی سرک جدید اتصالی شمال غرب در حال تکمیل شدن. واقعا پروردگار از یا خوش و راضی باشه که راضی هم هست، یعنی بسیار ما رو خوشحال ساختن. آغاز کار ساخت کانال های متعدد در نقاط مختلف شهر کابل به هدف مدیریت آبهای سطحی و چند گزارش دیگر. نمایش های فضایی جریان ساخت سرک جدید اتصالی که چرایی پل سرخه به چرایی پل سوخته وصل میکند برای شما پیشکش شد و آغاز میکنیم این برنامه را همچنان از یک گزارش از جریان کار ساخت این سرک. این نمایش های فضایی به صراحت مسیر ساخت یک سرک اتصالی را از چرایی پل سرخ به سمت پل سوخته قبل از آغاز به کار مشخص میکند. درست چند روز پس از اخذ این تصویر برداری، مقامات در سطح رهبری شاروالی کابل دست به کار می شوند و 74 جایداد تحت استملاک را در این مسیر تخریب می کنند. په نموړې سړک کې څلور اویا جایدادونه تر استملاکي پروسو لاندې راغلي وه چې لله الحمد د هغوی متضررینو ته د هغوی حقوق او جبران خساره تادیه سوې ده. به خاطر ساخت سرک اتصالی پل سوخته الی پل سرخ، مالکان جایدادهای این مسیر همان چی دیده می شوند خفه نه بلکه خوشحالند. سرک ما آباد شود، راه ما آباد شود. سرک بهترین چیز است. وقتی که اولین بار برتون گفتن که خانیتان تخریب میشه به خاطر ساخت سرک، چی احساس برتون بسیار احساس خوشی. به خاطر که لب سرک گفتم اگر بوره یکی بانم لب سرک باشه من سعیستم. تقریبا کمتر از یک سال قبل تخریب خانه های تحت استملاک در مسیر سرک جدید اتصالی که چراهی پل سوخته را به چراهی پل سرخ وصل میکند آغاز کارهای مقدماتی بود. کارهای مقدماتی که در کمتر از تقریبا 3 ماه اخیر شدت گرفته و به اینجا رسیده است. کارش تقریبا 25% به سر رسیده، 25% و کار از این مرحله کار سرک است در سبیس روان است. شما مالا نبینید که پروسی سبیس ما در سرک روان است. بودجه از این سرک 54 میلیون افغانی است که از بودجه داخلی شهروالی کابل حمایه میشه. سرک های جدید اتصالی که در شهر کابل در سالهای اخیر ساخته شده و تعداد هم این گونه زیر کار هستند، بدون شک بی تاثیر بالای کاهش ازدحام نقاط مرکزی شهر هم نیستند. قطعا دیگه این سرک ها دیگه کار شناسی شده است، دیگه حتما اینا بدون منفعت نیست، بدون فایده نیست، سهولت میاره، آسانی میاره، راحتی میاره، بیروبار است، ازدحام است. حالا اینا مثلا در این سمتی ببینیم چقدر بیروبار است، ظرفیت نداره اینا. اینا رو بخاطر اینا می سهولت کمی ظرفیت صاحب مهربان بالا بره، موتورا بتونه به راحتی عبور و مرور بکنه. باشنده ها اینا در این محل خیلی مفید است دیگه، هیچ خالی از منفعت نیست. کار ساخت سرک جدید اتصالی صاحب پل سوخته به سمت پل سرخ به طول 900 متر با عرض 30 متر جریان دارد. همزمان کار ساخت یک پل جدید مطرح و بالای دریای کابل در مسیر این سرک به طول مجموعی 30 متر و با عرض 20 متر در دو لین جریان دارد که با ساخت پل و سرک متذکره سهولت های متعدد برای عبور و مرور شهروندان مسیرهای سرک عمومی برچی، سرک 30 متری کارتی 4، سرک گلایی دواخانه و چهارراهی کوتی سنگی میرویس میدان فراهم شده و از گره های محکم ترافیکی ساحات نامبرده جلوگیری به عمل خواهد آمد.
از توجهتان تشکر. یک وقفه کوتاه داریم، در ادامه برنامه با ما باشین. ویل بمی گتم دی وسوایم ساتم دی وطن جوړوم دی وطن جوړوم دی جانان خندوم دی دښمن جوړوم دی وطن جوړوم دی وطن جوړوم دی نیمروز تر بدخشان وګړي لاس پکار دی کونړ تر هراتا خدمت دی تیار دی کونړ تر هراتا خدمت دی تیار دی خدمت دی تیار دی خلیل یما سنم دا قومیت رنگوم دی وطن جوړوم دی وطن جوړوم دی ویل بمی گتم دی وسوایم ساتم دی وطن جوړوم دی وطن جوړوم دی جانان خندوم دی دښمن جوړوم دی وطن جوړوم دی وطن جوړوم دی شین دی په خندا دی سندو نا دی غړیږي فصلو نا دی زرغون شول هوا دی ششنیږي فصلو نا دی زرغون شول هوا دی ششنیږي هوا وید ششنیگی اوبا بدی مہار کرو چپی مان شیخ نم دی وطن جوڑوام دی وطن جوڑوام دی ویل بمی گٹم دی وسوایم ساتم دی وطن جوڑوام دی وطن جوڑوام دی السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو درنیدونکو په دې هیله مې تاسو په ټول رغو جوړی استای کابل خار ولی په کابل خار کې د امیر سرکونو جوړولو پروژه منتیا و هوډ لري چې اوس مهال خوشبختانه د کابل خار په مختلفو ناحیو کې د سړکونو لوی کوچنی پروژې تر کار لاندې لري د هغو له جملې څخه یوه هم د کابل شمال ویدیز پروژه ده یا سړک دی چې دغه کارونه تقریبا تیر کال شروع شوي دي او اوس خوشبختانه تقریبا تر 50% مخکې تللی دي د دې سړک اوږدوالی چې تقریبا 9.5 کیلومتر دی څلور کیلومتره ساحه یې دواړه طبقې قیر شوي دي او خوشبختانه نن یې د 800 مترو ساحه د قیر لپاره آماده شوې ده راځئ د دې موضوع په تړاو باندې نور جزئیات زموږ سره په دې راپور کې وګورئ پس از تکمیل شدن زیرساخت و بدنه خاکی کار قیرریزی سرک شمال غرب از قسمت شهرک زاکرین تا سرک قرغه سوی ریاست کار حفظ و مراقبت شاروالی کابل جریان دارد. این سرک که به طول مجموعی 7645 متر در دو خط به عرض 30 متر می باشد از جمله قیرریزی لایه اول و دوم آن به طول 4 کیلومتر در دو خط تکمیل و اکنون قیرریزی قسمت های باقی مانده آن به سمت شهرک زاکرین جریان داشته که به سرک کوتل خیرخانه وصل می گردد. همزمان کار زیرساخت قسمت های باقی مانده این سرک شامل کندنکاری، دامنه های کوهی، هموارکاری، خاکبرداری و ساخت طبقات سرک است به شکل میاری و اساسی به پیش می رود تا آماده قیرریزی گردد. کاری پروژه در نقطه اساس رسیده. انشاءالله که تا هفته دیگه در کوتل خیرخانه ای سمت وصل میشه. فعلا ما و شما شاید قیرریزی در می ساحه هستیم. با تکمیل شدن این سرک مهم اتصالی حجم سنگین ترافیک از سر کوتل و سرک های مرکزی شهر کاهش یافته و رشد میاری و پایدار کابل بیشتر از پیش فراهم خواهد شد. خداوند جل جلاله هم دستان در کارانی که این دینمی کار کردن، خدمت کردن، زحمت کشیدن واقعا پروردگار از یا خوش و راضی باشه که راضی هم هست. یعنی بسیار ما رو خوشحال ساختن. نه تنها ما، کل مردم افغانستان از این میای ان شاء الله راضی هست. بسیار خوش هستیم که فضل خدا من سرک های ما جور شده آبادی می شود. نفع جامعه است، خیر کل مسلمان هست. در این سیب ماشاءالله
ماشاءالله هیواد گل ماشاءالله هیواد ماشاءالله هیواد گل سی پل د جوړې دو د وطن درغه دو بیا آباد بکړي هیواد مټین غختی دی بچو بیا آباد بکړي هیواد مټین غختی دی بچو کابل خاروالی د سطحي اوبو د مدیریت په خاطر باندې د کابل خار په مختلفو ناحیو او سیمو کې اوس مهال د کانال جوړونو لویې کوچنۍ پروژې تر لاس لاندې لري. خوشبختانه د پنځمې ناحیې په مربوطاتو کې نن د یو لوی کانال جوړولو کار شروع شو. دا کانال چې د ذاکرین سرک اوبه په دغه کانال کې راځي، د قرغې ابریزې کانال ته وصل کیږي. د سیمې خلک وایي چې په دغه ساحه کې به مخکې ډېر ګڼ مشکلات و، ستونزې به وي، اوبه ډنډ کېدلې او دلته به خټې وي، خو اوس چې دا کانال جوړ شي وایي موږ په دې باندې ډېر خوشحاله یو. راځئ زموږ سره د سیمې د خلکو نظریات او همدارنګه دا کانال په تړاو باندې زموږ سره نور جزئیات واورئ. د ځمکې د سر اوبو د مدیریت په موخه د کابل ښاروالۍ لخوا د پنځمې ناحیې اړوند د قرغې له فامیلیو څخه د قرغې تر ابریزه سیمې پورې د یوه کانال د جوړولو چارې پیل شوې. د کابل ښاروالۍ د پروګرامونو پروژو د تنظیم ریاست د مسؤلینو په وینا دغه کانال 490 متره اوږدوالی، 1.9 متره سور او 1.6 متره ژوروالی لري چې چارې به یې د 4 میاشتو په موده کې په بنسټیزه توګه بشپړې او ورسره جوخت به د اوبو د زیاتېدو له پلوه د ګاونډیو سیمو ستونزې په بشپړ توګه حل او د سړکونو د ژر ویجاړېدو مخه به ونیول شي. دغه کانال د کوم سرک شهرک ذاکرین نه راځي که کارغه د چارکمبر بازار سره وصل کیږي، دواړو طرفو جوچو به کارغه ابریزې ته انتقالوي چې د دو کانال طول 490 متره طول دی، اوم کې 1.6 متره دی، د 1.9 متره پار سره کانکریټي جوړیږي. قبلا د ایسا که بود او دن میشد روزایی که برف و باران چدا میشد او دن میشد مردم به بسیار مشکل حتی د ای سرک به بسیار مشکل گشت گذار میکنه. مالی که کانال ایجا جور میشه ای بسیار به نفع مردم است و مردم از این مشکل ها مردم نجات پیدا میکنه و ما تشکر میکنیم از ښاروالی کابل که می اقدامای میکنه می کارک میکنه به نفع مردم است. خدا از دیگام دیگام توفیق بده که کارای زیاتره به مردم کنه و تا مردم از این مشکلات خلاص شون. دوباره خوش آمدید. در بخش دوم این برنامه همکارم بریالای نوری از جریان کار ساخت یک کانال در ساحه قرغه برای شما گزارش ارائه کردند. به هدف مدیریت آبهای سطحی در سرک های شهر کابل، حال هم گزارش دیگر ما برای شما دارم که اینجا در ساحه شرق میدان هوایی کار ساخت یک کانال دیگر به صورت جریان دارد. به منظور مدیریت آبهای سطحی، پروژه ساخت یک کانال بزرگ آبگیر در سمت شرق میدان هوایی واقع نواحی 9 و 15 از سوی ښاروالی کابل آغاز شد. انجینر محمد حامد سادات، آمر پروژه های زیربنایی ریاست تنظیم برنامه ها و پروژه های ښاروالی کابل، گفت این کانال کابهای سطحی را از ساحات جنوب میدان هوایی به سمت شمال میدان هوایی به کانال وزیرآباد انتقال می دهد. به طول مجموعی 3520 متر و عرض های 2.2 تا 2.4 متر و با عمق 1.8 تا 2.2 متر بوده که در مدت 4 ماه آینده به شکل پخته و اساسی تکمیل خواهد شد. دغه کانال چې اوس جوړیږي د کابل ښاروالۍ لخوا نه د کابل ښار 15 او 9 ناحیې مربوط کانال دی. دغه کانال مجموع کې 3500 متره طول لري او د کابل نړیوال هوایی میدان تر څنګ تیریږي او د قصبې عمومي جر سره وصلیږي. کوشش کوو چې انشاءالله د زمبي د رسیدو نه مخکې دا پروژه تکمیل کړو. با ساخت این کانال آبگیر مشکلات ساحات همجوار از آبخیزی کاملا برطرف شده و از تخریب زود هنگام سرک ها جلوگیری به عمل خواهد آمد. دغه اوبو وخت ډیر مزاحمت کوي په لار او په سرکو کوڅو کې بدن دن اوبو ولاړوي او اوس عمومي کانال شروع کړی ده او د ښاروالۍ نه ډیره مننه کوم، بل خصوصا د اسلامي امارات نه
دغه کانال موږ ته جوړ کړو، دغه اوبه ډنډونه اوبه ورکې کړې او سیده د عمومي غټ کانال سره یو ځای کیږي. ما نباید فراموش کنیم که شهر خوب نیازمند شهروند خوب است. در حقیقت ساختن یک شهر خوب زمان امکان پذیر است که آن شهر شهروندان خوب و با مسئولیت داشته باشد. گراندن کول ملتیامو نړی مننه کومه د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکار عادل عزیزی زموږ سره ځای شو چې په تیرې اونۍ کې د کابل خرولۍ د فعالیتونو په اړه به تاسو ته نور جزئیات درکړي. ډیره مننه نوري صاحب. کابل خرولۍ په تیره اونۍ کې هم په زړه پورې او ګټور فعالیتونه درلودل چې له دې ډلې څخه موږ کولی شو د ښار په کچه د یو شمېر مهمو سړکونو د چارو چټکتیا یاده کړو، چې همدا اوس د کابل شمال لویدیځ نښلوونکي سړک چارې په چټکۍ سره روانې دي. په یو شمېر برخو کې د غره د کیندلو او په یو شمېر برخو کې د یاد سړک قیر چارې دوام لري. په همدې توګه د قلعه شانان سړک چې یو مهم سړک دی، د دې سړک چارې هم په چټکۍ سره روانې دي او د کابل ښاروالۍ مسؤولان د سړک جوړونې پروژو له چارو څخه پر وخت څارنه کوي تر څو په غوره کیفیت او ټاکلي وخت سره پلي شي. د دې ترڅنګ یوه بله مهمه موضوع چې په وروستیو کې کابل ښاروالۍ په دې برخه کې ډېرې چارې او فعالیتونه ترسره کړي دي، هغه د ښار د اقتصادي او معیاري ودې لپاره د سوداګریزو مارکیټونو جوړول دي. کابل ښاروالۍ په دې توګه غواړي چې له یوې خوا د ښار په ښکلا کې بدلون راولي او له بلې خوا د یادې ادارې عواید لوړ شي. همدا اوس د پل خوشتي او سپایي ګمنام چوک ترمنځ د زیرزمینۍ په بڼه د یو مارکیټ د جوړولو چارې روانې دي. د دې ترڅنګ په فروشګاه سیمه کې هم د یو مارکیټ د جوړولو چارې روانې دي. او د یادونې وړ بولو چې په تېر اونۍ کې د کابل په منډوي یا د وریجو په منډوي کې هم د رخت پلورلو د یو سوداګریز مارکیټ چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د دې ترڅنګ د ښار په کچا د فرعي سړکونو او کوڅو د کانکریټ کولو چارې هم روانې دي چې دغه پروژې ښاریانو ته د کاري بوختیاو او ښاري اسانتیاو رامنځته کولو په موخه پلي کیږي. د زرغونتیا او تنظیفي چارې په عادي توګه روانې دي او د کابل ښاروالۍ ټول مسؤولان او کارکوونکي هڅه کوي تر څو ښاریانو ته معیاري پر وخت او غوره خدمتونه وړاندې کړي. زموږ همکار عادل عزیزی و چې د کابل ښاروالۍ د فعالیتونو په اړه باندې تاسو ته معلومات درکړل. آیا می دانید مسئولیت ما در قبال کوچه و سرک چیست؟ ما کثافات را در کوچه و سرک نمندازیم. ما از گلها و نیالهای کوچه خود نگهداری میکنم. د سړک په جوړولو ډیر لګښت راځي، زه پرې اوبه نه اچوم. د وخت کار مواد ساختمانی خود د سړک نمندازم. مونږ د پیاده روانه شخصي استفاده نه کوو. ما موتر خود را زیاد بار نمی کنم که سرک ها را خراب می کنم. من موبلین سوخته را در کوچه و سرک نمی اندازم. کوچه و سرک به منظور آسایش و راحتی ما در رفت و آمد ایجاد شده است. پس بیایید در حفظ و نگهداری آن تلاش نماییم. گران دلکو کابل د بدې پلوخ پرونه هم دلته پات رسیدي. تاسو کولای شئ چې د خبرونه د کابل خرولۍ پر یوټیوب چینل باندې هم تعقیب کړئ. تر بل دا خبرونه ما او زمګران همکاران ته جزره کړیا. د الله پمان هي چاري.